خوش اومدید به یه پارت دیگه از بازی شبیه‌ساز باشگاه بدنسازی. این ویدیو یه تفاوتی با ویدیوهای قبلی هم داره، اونم اینه که بابک هم کنار ماست و میخواد راجع به کل کارهایی که تو باشگاه میخوایم انجام بدیم نظر بده. بابک جان یه سلام علیک با بچه‌ها بکن که بریم توی بازی. سلام علیکم به بچه‌های گل چنل. امشب آره شب داره میشه دیگه. آقا خیلی خوش اومدید دیگه. بابک هم آرزو میکنم که از این ویدیو خوشتون بیاد. یه چیزی هم بگم که دمتون گرم، مرسی واسه همه حمایتاتون. تعداد زیاد کامنت ها چیکار داره میکنه بابک؟ میترکونه. تعداد پایین لایک ها رو داره جبران میکنه. باری کلا آقا بریم توی بازی. همونطوری که اینجا میبینی صفو که کشیدن، یعنی یه درآمد درست حسابی از اینجا الان باید داشته باشیم. این عکس اینو میبینی؟ میبینی اکثر آره این اصلا این یه شکل دیگه است کلا. چه سایه مسخره. یه پکیج وی آی پی. ببین امروز میخوام که طبقه بالا رو بریم تا جایی که میتونیم دیگه خفن در بیاریم دیگه، یعنی بیشتر کاراشو انجام بدیم و یه تیکه‌های ریزی از رخکنه و اینا. این پکیج رو فعلا بفروشیم. نسبتا الان امروز بد نیست، خوب داریم پول در میاریم. فکر کنم 50,000 تا جمع بشه. چی گفتی تو اون موقع؟ چیزی گفتی؟ یه لو کلاس داریم. اینا چیه لو کلاس ها؟ لو کلاس دیگه نمیدونم برای چی میاد اینجا، ولی باز اونم خود خودشه بچه درآمدی هست دیگه، بدی نیست. بکنم آخرین نفر بود. آقا به نظر تو الان یه سرمایه گذاری سنگین بکنم رو تبلیغات یا کل همه رو تبلیغ بچین؟ کلشو بده تبلیغات، از سرمایه گذار باشگاه قشنگ شلوغ بشه. کلشو بدیم تبلیغ. الان 32,000 تاست. ببین یه دونه شو میزنیم اینجا، یک اینجا صبح هم هست. 10 ساعت تبلیغ. اینو دیدی اسکیل چیه؟ آقا یه چیزی که تو این آپدیت جدید عوض شده، این بچه ها که تمرین میکردن یا حتی قبلا همشون لخ بودن و لاغر، الان کاراکتر اینا هم یه ذره عوض شده، یکم مدلشون بدن ساختن. آره میبینی استایل و قیافه هاشون و اینا عوض شد. بذار ببینم یه شرط بندی میتونیم 150 تایی بکنیم با این. چیکار باید میکردی؟ آه رو این رنگه باید اسپیس میزدی. آره اسپیس بود. و منو نگاه صاحب باشگاه رو، استایل صاحب باشگاه رو نگاه کن. اصلا خدایی به این آدم میخواد. آره خودش باید تحت نظر باشه. اون یارو خدایی هم بدنش هم تیپ میپ بشه اما خیلی بهتره. نمیدونم. نه من 3 هم، اون 4ه، اون 5 شد، تمام شد. آقا 150 تا نوش جونه. بعد چاقه این اصلا، این اصلا گنده است. آره نمیدونم چرا اینجوریه. آقا مشتری ها دارن میان. حالا به نظرت اولین کاری که بکنیم چی باشه؟ بریم دوچرخه های بالا رو کامل کنیم یا مثلا دستگاه مسکو بخریم و اینا؟ دوچرخه ها رو کامل کنید، بعد واسه طبقه بالا یخچال هم بگیریم. یخچال نداریم. یخچال هم خوبه. بعد بریم جنس هم بخریم، پرش هم بکنیم دوباره اون بعد. بذار بریم نگاه بندازیم ببین چند تا دوچرخه جا میشه. الان نگاه کن از اینجا تا اینجا هم اگه دوچرخه بچینم، تا مثلا همینجا که این یارو وایساده یه ذره فضایی هم باز بمونه، تا اینجا اگه بخوایم دوچرخه بذاریم تقریبا فکر میکنم با این فاصله هایی که گذاشتیم 2, 4, 6, 8, 10 تا دوچرخه دیگه میخواد. 10 تا کامله دیگه فکر کنم. 10 تا کامله. فقط دوچرخه ها هر کدوم 3 تا هم اگه باشه 30,000 پول میخواد. ما الان پولش اصلا نداریم. بذار ببینم دوچرخه های آخرین سیستم 1600 تاست. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. بیا خریدم 16K فیکس. فیکس 16K داشتیم. ببین اینجوری اینا رو دوباره میچینم، اینم تمامش کنیم. این خیلی طول کشید، 3 تا پارت تقریبا طول کشید. بعد دوچرخه زدیم دیگه. آره خیلی بودن اینجا. فقط دوچرخه گذاشتیم، فقط ترید میل. حالا نظری چیزی بچه ها به نظر تو کامنت ها نگفتن که الان ما اینجا استفاده کنیم؟ من که تقریبا کل کامنت ها رو میخونم، خودم هم نظر میخونم میدن، ولی نظرها تقریبا همه اجرا شده، همه کارا رو تقریبا داره اجرا میشه. آجی 10 تا دوچرخه دیدی؟ اصلا اینقدر اومد جلو، اینقدر فاصله ها کمه، خیلی کن میاد. بکنم دو تا دیگه بسش باشه. فوق بذار یه فضایی هم باشه دیگه. آره یه فضایی هم باشه. یخچالر هم بذاریم اینجا ها. اگه بخوام یخچال رو بذارم این گوشه، باید این متا رو ورداریم اون طرف بذار به ورودی یه چیزی برداره بخور همین اینجا هم آخه بذار یخچال رو بخرم اصلا بیاریم ببینیم کجا بذاریم خوب میشه.
پولش رو داریم؟ پولش هم نداریم، نه هیچی پول نداریم، همه پولا رو دادیم تبلیغ دیگه. بازم اینا رو هم میدم تبلیغ، یکیشو اینجا میزنم. این ایسکا اتوبوس ها انگار خیلی بهتره. تبلیغاتش آره، تبلیغاتش دیده، نگاه اون گندگی اونجا زدیم، کیفیت چاپ تبلیغ بده فایی چیه؟ این همه ما پول دادیم، 3000 دلار به یارو. خب پول دیگه قشنگ صفر کردم که این الان چی میگه اینجا؟ چرا اینجا وایساده؟ عاشق شده؟ آره کیو داره؟ عاشق بادیگارده شده انگار. آها اونی که اونجا وایساده بود نفر اول بود تو صف. اول بود. آره. بغل وایساده. آره بغل وایساده بود. 2645 تا. یخچال حالا چنده؟ اکسترا 3000 تاست. نداریم. کلی تخت لازم داریم برای استخر. میخوام مدل استخر رو کلن اون تختش و اینا رو عوض کنیم. رنگ ذره لازم داشتیم. تایل برای کف رخکنای بالا کمه و اینکه طبقه بالا اسپیکر و تلویزیون و پوستر و داستان و اینا هیچی نداره. الان فعلا فقط میتونیم چیز کنیم دیگه، اینجا ثبت نام کنیم بیا تمرین کنه، ولی خوب دارن میاد. یه ذره کش میشد الان که دیگه وضعیت اینجوری شده قیمتا رو ببری بالا، شهریه باشگاه رو ذره بیشتر کنی. اگه میشد زد که خیلی خفن میشد. اینا پول نمیدن، مفت دارن میان تمرین میکنن. به نظر من که این قیمت اصلا برای همچین باشگاهی مناسب نیست. همه چی هست، هم باشگاه بدنسازی با بهترین دستگاهه، هم استخر داره، هم بوکس داره، هم مربی داره دیگه داداش. آقا یخچاله رو الان میتونیم بخریم، ولی این یخچال یه دونه بعد خرید یه ذره پولم نگه میدارم برای خریداش، توشم بتونیم پر کنیم. اینم حتی داره خالی میشه، سطل آشغال هم بگیریم. اینم بذار پر کنم، این یخچال پایینم خالیه. سطل آشغال نمیخواد چون این آدما میان جمع میکنن، اینایی که اینجا دارن کار نظافت و اینا رو انجام میدن میان جمع میکنن. حالا یخچالو کجا بذاریم؟ اینم کجا بذاریم؟ مثلا اینجا میشه گذاشت. خوبه همینجا؟ آره خوبه خوبه. جام اینجا زیاد نمیگیره. آره اینجا میتونم بذارمش. حالا هی میان رد میاد، هی آدم میاد رد میشه. شلوار شلوارو همینجا درآوردی. بودیشه شلوار بچ کو اصلا چی شد؟ اسکل چیزی نیست تو یخچال، خالیه این، این یارو اصلا کلا رجعیه. ولی یه چیزایی تو اینونتوریم داشتم، بذار اینا رو پر کنی. پروتئینی، غذایی، نوشیدنی، انرژیزا، دوغ، ماست، نوشابه، همه چی. فقط نمیم این چجوری این عده خاموش میشه روشن میشه دوباره، چرا حیفت باید یه بار خاموش شد دیگه بگه پر. آها مکس اونجا میزنه. خوبه بالا هم یخچال پر شد، یه بوفه جاش خالیه. ولی اوه دیگه سیلی نبود، پانچ سر یخچاله از دیوار فاصله داره. چرا الان اینو بردارم به نظر توش خالی میشه؟ نه 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 با فکر نکنم توش میگه خالی نمیشه. بس میکنیم دیگه، برست دوباره دو ساعت بعد بچینیم و برداشتم دیگه. ولی فکر کنم توش میپره همه چیش، فاصلهش از دیوار اینجوری درسته، ولی همه چی اون تو مونده. ایوه خب خوب شد. آقا دوچرخه ها تقریبا بسه، دوتا دیگه حالا میگیرم. کیجا رو گذاشتیم. بزرگترین مشکلی که طبقه بالا داره تا اینجا فعلا این تیکه رخکن ها خالی هست، اونم به خاطر اینه که گولمول درست حسابی نداشتیم اصلا بتونیم پرش کنیم. بریم طبقه پایین، باید الان یه صف مشتی کشیده باشن. بیا پول بدی. اوه آره وی آی پی باشید تو. آره همشون وی آی پی. به اولی که لو بیا، سالی که نکوست از بهارش پیداست، از لو داره میاد سمت وی آی پی. لو استاندارد وی آی پی، این هم استاندارد دوباره. نه استاندارد اب نره، حالا همینا هم بیان. ببین من خیلی، من تقریبا 30000 تا هزینه کردم برای تبلیغات، این پول باید برگرده به من. همین الان همه لو شد که من پوله رو لازم دارم. بعد میدونی چقدر تازه اینجا خرج داره؟ الان من میخوام این دیوار رو کامل شیشه بزنم، این دیوار بیرونی طبقه بالا هست، اون 30000 تا خودش میخواد، اون خودش 30000 تا میخواد. بعد بازم چیز میز داشت، یه چیزای دیگه هم بود اونجا هم باید. اوکی این تبلیغه رو نگاه چجوری کج زده یارو، مدل پوستره. من احساس میکنم اینا تبلیغات معکوس داره انجام میده اصلا. خیلی باشگاه شلوغه ولی درآمدش باشگاه شلوغ هست. کم میاریم برای اینکه چیزمه زیاد داریم میخریم دیگه. درآمده بد نیست ولی هزینه هم بالاه. ببین الان تلویزیون اصلا برای طبقه بالا نتونستیم بخریم. باند و اسپیکر هیچی نتونستیم بخریم برای بالا. نمیدونم الان ببینیم اصلا طبقه پایین دیگه چیز نداره. تو بوفش این داستانا نیست. بچه‌ها یه عذرخواهی هم همینجا ازتون میکنم به خاطر صدا، من دوباره سرما خوردم. صدام فوق العاده تو دماغی شده.
یه به بزرگی خودتون ببخشید. همین الان هم دو سه تا ویدیو میخواییم با بابک ریکورد کنیم، یعنی تا دو سه تا ویدیو بعدی صدای من همین شکلی هست. آره گفتم که در جریان باشید. ببین چیز میست که تو اینونتوریم بود برای یخچال، خب اینا رو الان میذارم توی یخچال اینجا برای این یارو درست کنه. این خوبی می توی که آپدیت ها یه حرکت خفن زدن، اینو یه دفعه میزنی کلا پر میشه، نمیخواد دونه دونه بچین. این خیلی حرکت جالب و پسندیده. آره این خیلی خوب بود. پولمون 12000 دلار شد. به نظرت الان چی رو اضافه کنم؟ برم رو تلویزیون و باند یا دستگاه بگیریم؟ یه دستگاه درآمد داره. چی بگیریم بذاریم بالا برای طبقه بالا؟ ببین دستگاه های اینجوری وزنه ای و این صحبت ها، حالا بچه هم نظرشون رو تو کامنت ها بگن، پیشنهاد بدن که به نظرشون مثلا این لاین اینجا، این لاین این بغل که خالی هست، تا اینجاش که مثلا کیسه بوکس میاد، هیچی، از این ور تا دم ترد میلا اینجا رو هم میشه وزنه گذاشت، هم این دستگاه سیمکشی و این داستان ها دمبل و اینا، نمیدونم حالا دقیقا. اینو نگاه بزن کجا هم وایسه؟ آخه حق هم داره و بدبخت حق میاد زیرش وای میسته، حداقل دور وایسته. اولا دیگه اول ببین چه خبره باشو، میبینی چه قشلو آلات شده اصلا، تازه تو استخر و استخر و اون طرف و همه جا پر آدمه. آقا میخوای استخر رو درست کنیم اصلا الان؟ آره کم میاریم الان، جا ندارن دراز بکشن. فکر کنم با این پولی که داریم این تختاشو الان بتونم بگیرم. ببین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا تخت میگیرم، حتی یخچال و این داستانا رو برای لب استخرم میشه بذاری، اونجا هم یه دونه میتونیم اضافه کنیم بعدم. ببین تختا رو میخواستم بذارم اینجا، از اینجا مثلا شروع کنیم، یکی بذارم اینجا، حالا یه ذره فاصله ها رو بیشتر میذارم که پر بشه. 10 تا خریدم، پر میکنی 10 تا اینجوری میذارم، این برم بیان دراز بکشم، تختاش خیلی کم بوه. اینجوری بهتر شد نه؟ 2 4 6 8 تا، دو تا دیگه مونده، این دوتا رو میذارم همینجا، میذارم پیش این یکی. چرا نمیشه یکیش اینجا؟ یه دونه مونده بود اصلا، 9 تا خریده بودم. آره پولم نرسید دیگه، فعلا مشتری و این داستان هم خبری نیست و ادامه داستان بمونه برای پارت بعدی. بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتید که تو ویدیوهای بعدی هم بابک هم با هم بیاد و نظر بده و با هم گیم ها رو ببریم جلو، حتما تعداد کامنت ها رو ببرید بالا و تو کامنت ها برام بنویسید. دوستتون دارم خیلی زیاد، مراقب خودتون باشید، خداحافظ.